سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. توی روزنامه های رژیم شنبه 11 آبان مهمترین مطالب به قیام مردم لبنان و عراق اختصاص پیدا کرده و کنار اینم بحران درونی رژیم سر برجام و FATF بیشترین مطالب به خودش اختصاص داده. در ضمن این روزنامه به موضوع تحریم ها و بعضی دیگه از بحران های رژیم هم پرداختم. توی روزنامه های هر دوتا باند آثار قیام مردم عراق که به صورت بحران تو خود رژیم ریخته دیده میشه. ارگان دولت روحانی به حرفای موحدی کرمانی تو جمعه بازار دیروز تهران جواب داده و روزنامه باند دلواپسام به بهانه تحولات منطقه به آخوند روحانی حمله کرده. روزنامه ایران: نمیتوانیم با رویکرد و استانداردی دوگانه مشکلات دولت را صرفاً به ناکارآمدی و بیکفایتی دولت و بحران عراق را به گونه دیگر تحلیل کنیم. دست کم خود عراقی ها مصائب کشورشان را به نفوذ شیعه انگلیسی و فتنه انگیزی سفارت آمریکا ربط نمی دهند. قطعا عناصر خارجی نمی توانند بانی اصلی ایجاد ناامنی ها و به راه انداختن موج تظاهرات مردمی باشند. مردمی که در عرض چند ماه نزدیک به 300 کشته و 11,000 مجروح دادند و با این حال باز هم در اوج خشم و نفرت به سوی منطقه سبز پیش می روند و ساختمان های اداری و دولتی را به آتش می کشند، دارای اراده و خشمی ویران کننده هستند و با چند توییت عربستان و اسرائیل از خانه بیرون نمی ریزند. وطن امروز از قول مهدی محمدی: اکنون آمریکا دوباره به الگوی 5 سال قبل برگشته و بیشتر از هر چیز روی توان تنش آفرینی، بی‌ثبات سازی و ساختار شکنی نیروهای غربگرا در ایران و منطقه حساب کرده است. تحولات لبنان و عراق را اگر در کنار سخنان عجیب آقای روحانی در 3 هفته گذشته بگذارید، میتوان نشانه های از آنچه برای آینده پخت و پس کردند را دید. روزنامه حکومتی هرچند تلاش کردند قیام مردم عراق و لبنان را به کشور خارجی نسبت بدن، اما ابراز وحشت از تحولات عراق و لبنان و جارو شدن رژیم از این کشور رو که با عبارت ضربه زدن به جبهه مقاومت بیان میکنند نتونستند پنهون کنند. روزنامه سیاست روز اینطور نوشته: در کنار آنچه این روزها در عراق و لبنان در جریان است که بعضاً به عنوان تحولات داخلی این کشورها از آن یاد میشود، اما بررسی ریشه‌ای این تحولات نکاتی را آشکار میسازد که بی ارتباط به امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی نمیباشد. وضعیت بحرانی لبنان و عراق میتواند فضای تنفسی ایجاد نماید که قطعاً هدف از این فضای تنفسی تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی خواهد بود. روزنامه آرمان ملی هم از قول علی خرم اینطور می‌نویسه: تحولات عراق و لبنان سمبل جنگ نیابتی جدید است. موج ضد ایرانی که جناح مقابل سعی بر سوار شدن به آن دارد این است که علت همه دلایل و همه برداشت‌های گفته شده تقصیر ایران است و اگر نقش و نفوذ ایران از این دو کشور برداشته شود، هر دو کشور عراق و لبنان گلستان می‌شوند. به سرعت مسیر رشد و توسعه را طی می‌کنند. سردمداران با لیاقت بر سر کار خواهند آمد. روزنامه آرمان ملی از قول حسین رویبران: حمله به مرکز 8 شبی در عراق تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست، اما دشمن همواره در هر فرصتی از ضربه زدن به مقاومت استفاده می نماید. شاید نمونه های عراق و لبنان نمونه های بارزی باشند. این مدل در مدیریت در بحران ها در جهت تضاد با مقاومت را باید بررسی و عناصر بازدارنده آن را برای آینده در این زمینه ها ایجاد نماید. مدلی که در عراق کلید زده شد نوعی شورش است. شورش یک خشم اجتماعی در برابر ناکارآمدی هاست. جمهوری اسلامی: هرچه زمان تظاهرات اعتراضی عراق و لبنان طولانی تر می شود، این واقعیت بیشتر روشن می شود که هدف اصلی ضربه زدن به جبهه مقاومت است. بریم سراغ یه موضوع دیگه، یعنی کشمکش سر برجام و FATF که تو روزنامه‌های حکومتی تعمیق بحران رژیم و بنبستش رو توشون می شدید. رسالت: طی سالهای اخیر برجام نه تنها باعث حذف تحریم‌های تحمیل شده بر کشورمان نشد، بلکه باعث افزایش تحریم‌های بیشتری بر کشور است. گویا هنوز دولت و حامیانش
از رویای برجام به عنوان یک ناجی بیدار نشدند. روزنامه سیاست روز: نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است که اکنون بیش از هر زمان دیگر مسئله برجام به دیگر مفاهیم و مقولات مدنظر ایالات متحده آمریکا گره خورده است. مسائلی مانند توان موشکی جمهوری اسلامی و حضور ایران در منطقه خاورمیانه که سبب شده برجام به یک بن‌بست برسد. روزنامه کیهان هم اینطور نوشت: در گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس تاکید شد تصویب لوایح FATF از سوی ایران مقدمه رسیدن به برجام دو است. روزنامه همدلی هم اینطور نوشته: خروج از MPT که در دستور کار جمهوری اسلامی ایران نیست و سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران این نیست که خودش را از دستاوردهایی که تاکنون در بحث فناوری داشته خلع سلاح کند. توی روزنامه های رژیم قضیه تحریم ها و همطور مذاکره با آمریکا موضوع کشمکش و نمایش بحران درونی رژیم. روزنامه جوان اینطور نوشته: در حقیقت وزارت خزانه داری آمریکا تلاش می‌کند با پایان ظرفیت تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای این بار در حوزه پولشویی ضربات جدی به اقتصاد ایران وارد کند. امری که با عدم تصویب قوانین مرتبط با FATF دیگر امید به اجرای آن از داخل وجود ندارد. روزنامه آرمان ملی هم نوشته: ایران باید بتواند به صورت کاملا آزادانه با دنیا معامله و تجارت نماید. ایران احتیاج دارد تا استقلال خود را ضمن حضور در عرصه جهانی بازیابد، به گونه که بتواند آزادی مبادلات کالا و خدمات و همچنین دستیابی به سیستم‌های بانکی جهانی داشته باشد. بازم آرمان ملی توی یه مطلب دیگه می‌نویسه: بحران معیشت و اقتصاد امروز به صادرات و تحریم گره خورده. مهمترین کاری که باید صورت بگیرد این است که تا بحث مذاکره با قدرت‌های بزرگ جدی گرفته نشود و ایران مناسبات خود را با دنیای بین‌الملل حل نکند، طبیعتاً اتفاقی هم در اقتصاد و وضع معیشت مردم نخواهد افتاد. تا این مسئله رخ ندهد، مشکل بتوان مسائل اقتصادی و معیشتی را حل کرد. لذا اگر شورای نگهبان نگاه گذشته را داشته باشد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. خب دوستان عزیز، این بود نگاه امروزمون به روزنامه رژیم. خیلی ممنون که با ما همراهی کردید.